جدای از طراحی و ظاهر این ماشین که اگر بخوام نظری بدم، میتونم بگم که سه تا ایراد فنی این موتور گیربکس داره. یکی این که به علت اینکه گیربکس سی وی تی داره و کلا ذات گیربکس های سی وی تی کند هست، حرکت اولیه ماشین به شدت ضعیفه. دو این که ماشین توربو شارژه و وقتی ماشین توربو شارژه یک مدت زمانی و یک دور موتوری معمولا تو 1500 یا 1800 طول میکشه که توربو شارژ تو مدار بیاد که به این میگن لگ توربو شارژ. و مورد بعدی این که با بنزین معمولی به شدت ماشین ناک داره. وقتی ما این ماشین رو ریمپ میکنیم، گیربکسش آپدیت میشه، حرکت اولیه‌اش به شدت تند میشه، یعنی اون تأخیر اولیه پدال گاز رو نخواهید داشت، ماشین با سوخت یورو 2 و بنزین معمولی جایگاه سازگار میشه. و این که مصرف سوختتون بعد از ریمپ به طور میانگین 1-2 لیتر توی هر 100 کیلومتر کاهش پیدا میکنه، کلیه کارها از طریق پورت دیاگ بدون باز شدن ECU و به شدت میتونه از رانندگی با این ماشین بعدش لذت بره، چون یک ماشینی است که تأخیر نداره، ریسپانسیو هست و گشتاور بسیار خوبی بهتون ارائه میکنه بدون ذره ای ناک.